سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه. بچه ها امروز براتون یه ویدیوی متفاوت دارم، ویدیوی آنباکسینگ آیپد پرو 2020 11 اینچ که اگه میخواید آیپد پرو رو بگیرین و تست و اینجور چیزاش خواستین ببینین حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. و اینکه بچه ها من کلا از 3-4 نوع آیپد استفاده کردم به رنج قیمت مختلف، ارزون، متوسط و گرون، که اگه میخواید یه آیپد خوب بگیرین توی ادامه ویدیو یه سری نکته میگم در مورد اینکه چه آیپدی بگیرین. اگه خیلی براتون مهمه حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. حالا بزنید بریم سراغ آنباکسینگ آیپد پرو. خب بچه ها، رسیدیم به اصل ماجرا. آیپد پرو 2020 و 11 اینچ رو گرفتم با حافظه 256. و اینکه بچه ها گفته بودن آیپد پرو 2020 نمیدونم مشکل از لگ و اینجور چیزا داره بعد چند هفته باز کردن، و اینکه به نتیجه رسیدم برم 11 اینچ 2020 رو بگیرم. حافظه 256 هم گرفتم که دیگه مشکلی به حافظه نداشته باشم. خب بریم دیگه آنباکس کنیم. آیپد هم دیگه بعد یک هفته 8 روز به دستم رسید، نمیدونم چه تأخیری داشت، ولی خب بالاخره رسید. موام سفید شد از بس کنجکاو بودم ببینم. خب از مشما درش آوردیم و میمونه این در که یکم سخته، ولی خب دوتا دستتون رو بذارید روی در اصلی و هولش بدین. در اومد. خب در ماشین رو میذاریم کنار و میرسیم به خوش دست ناک. فوق‌العاده است. بس این همون چیزیه که انقدر پلیرها میگفتن 90 FPS ساپورت میکنه. فعلا بذاریمش کنار. و دفترچه راهنما، اینا زیاد کاربرد خاصی نداره دیگه، چون همتون بلدید رو اندازی کنید و اینجور چیزا. خلاصه داریم تو سال 2021 زندگی میکنیم و دفترچه راهنما اونقدر کاربرد خاصی نداره. کابل دو طرف تایپ سی رو میبینید، از اینا برای اولین بار دارم استفاده میکنم. به هر حال چیز خاصی نداره، اینم بذاریم کنار. همین بود. و رسیدیم به آداپتور که من ترسیده بودم داخل باکسش از این آداپتورهایی هست. حالا رو صفحه براتون میذارم عکسشو. از اینا نباشه، چون تو کشورهای اروپایی از اون کابلا میذارن داخل باکسش. بگذاریم بریم سراغ آیپد پرو. واو، چقدر هم سبک و خوش دسته. فکر کنم 471 گرمه در کل، به اندازه ای که داره سبکه و فکر کنم 2021 هم سبکتر باشه. چقدر خوشگله این. دوتا لنز هم داره و بلنگوهاش هم استریو. 4 تا بلنگو داره که فوق‌العاده است بلنگوهاش، اونطور که حرف میزنن در موردش. و بریم روشنش کنیم. صفحه نمایشش هم عالی، چقدر هم با کیفیته از اینجایی که دارم میبینم. 120 هرتز و اینکه 82% و 83%ش تقریبا نمایشگر پوشش میده. و از گوشه‌هاش هم خیلی خوشم میاد. گوشه‌هاشو ناکنید، منتظر میمونیم. فقط آیفون یکم توی استارت کردنش باید یه نیم ساعت وقت بگیریم تا بریم پابجی رو دانلود کنیم، اینجور چیزا. ریجن هم بذارم رو کشور آمریکا. حالا من تو ترکیه ام، ولی میذارم رو کشور آمریکا. و اگه شما تو ایرانی دم بازم بذارید رو آمریکا. خب تا راه اندازی میشه دیگه باید ویدیو رو کات بدم. بچه چند ساعت گذشت و من رفتم داخل پابجی. خدایی خیلی گرافیک خفنی داشت. و اینکه الان بریم با هم دیگه یه بار دیگه هم تستش کنیم، من که یعنی ذوق مرگ شدم اصلا. بدون لگ 90 FPS بدون لگ، و فکر نمی‌کردم اینقدر خفن باشه. اگه میدونستم زودتر میگرفتم آیپد پرو رو. من آیپد نسل 7 هم استفاده کردم، واقعا 10.5 اینچ خیلی سنگین بود. خب بریم اولین کار که بریم تو قسمت گرافیک اسموت 90 FPS. خیلی خفن این 90 FPS. من که رو اسموت 90 FPS بازی میکنم. اینم از بقیه تنظیمات. در حال خدای 90 FPS اصل ماجراست. بریم قسمت کنترل. قسمت کنترل هم راستی بچه من 4 انگشته بازی میکنم، ولی احتمال میدم من یا 6 انگشته کنم، آیپد رو میذارم روی چیزی و 6 انگشته بازی میکنم، یا اینکه اگه آیپد رو نذاشتم جایی دستم میگیرم و 5 انگشته پلی میدم با جایروسکوپ، چون من بدون جایروسکوپ اصلا نمیتونم بازی کنم، یه چیز خیلی مهمیه واسم. برای همین احتمال زیاد همون 5 انگشته اوکیه. قسمت سنسیویتی هم که 100% با تغییر بودم، ولی خب فعلا حوصله ندارم. بچه‌ها یه دستم بریم پلی بدیم ببینیم که
تست گرافیک و لگش در چتیه. بریم دست اسنایپر یا کویک ماش فرقی نمیکنه هر کدوم آورد. بچه‌ها اگه میخواید آیپد بگیرید و پول کافی برای خریدن آیپد پرو رو ندارید، به هر حال یکم گرونه، ولی بهتون پیشنهاد میکنم آیپد نسل 8 و آیپد مینی 5 رو حتما برید امتحان کنید، فوق العاده است برای پابجی. من از 4 تا آیپد استفاده کردم، خدای عالی بوده. بچه رو اسکرین رکوردم بزنم که لگش رو شما داخل ویدیو ببینید، مثلا اگه خواستین گیم پلی رکورد کنید یا برای اینستا و یوتیوب خواستین گیم پلیتون رو ضبط کنید، ببینید دیگه لگش. بدون لگ الان رو مود اسنایپر 90 اف پی اس هم دارم پلی میدم و هندکم هم اون پایین میذارم، اگه خواستین میتونید توجهتون هم به اون باشه. البته الان نمیدونم داخل کادر دوربین است، چون دوربین الان جلو صورتمه، اصلا نمیتونم صفحه آیپد رو ببینم و یه کانون گذاشتم جلو صورتم با یه پایه بزرگ و هیچی معلوم نیست. سه نفر اومد، باید اینا رو بزنم. سنایپر یادم رفت. گان بده. موشین ناگانت. حالا بیاید جلو که لیون 90 فیس گرفته. بچه لیون 90 فیس، پینگم هم بیسته. حالا دیگه بیاید جلو. هیت نخورد. یه شات با دوتا باید میافتاده، ولی از کشور ترکیه. برای دوستای عزیز بچه‌های ترک، حالا فرقی نمیکنه، لیون داخل بازی بود دیگه، خواهیتون میدونید لفت بدید بیرون، اگزیتو بزنید لفت بدید که گیر لیون نیفتید. یه نفرم آفلاینه از ترکیه بود. نمیدونم الان رو کدوم زبون دارم بازی میکنم، ولی اکثرشون از ترکیه است. 90 FPS خدای خفنه. دو نفر داره میاد، نیفتاد. شات نخورد. بیا شات ناک از کشور بلژیک، رفیقش هم اومد. اینا نوبن. من چون اکانتم بن خورده بود برونز کاپم الان رو گلد فکر کنم. هلو شات بنده خدا تازه انگاری پاپ جور نصب کردن، دلم میسوزه. از کشور رومانیا بود. بچه ها واقعا بدون لگ اونطور که دارم بازی میکنم و اونطور که دارید ویدیو رو میبینید، برای من که اصلا لگی نداره، فوق‌العاده است به نظرم. امیدوارم یه بارم که شده تستش کنید، خدا کنه که تا چند ماه بعد بتونید یه پولی به دست بیارید و بخرید. بریم جلوتر یه چند نفر دیگه هم بزنیم و ویدیو دیگه طولانی تر از این نشه. یه انمی نمی افتن. چرا ای دبل داری یه دونه بزنه، باید برم لابی. خب یه هیت خورد، داره خون میزنه. بریم از بالا. اف بی پی شات. وای هنوز داره به اون خندم میگیره. به این یارو ضربه خورده ولی نمیدونم چرا نیفتاد. و اینکه بچه آره اینم بود از تست و آنباکسینگ آیپد پرو، خدایی خیلی دوست داشتنی بود به نظرم، وزنش هم که مناسب بود. بچه اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید، سابسکرایب کردن این چنل رو هم فراموش نکنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید. و اینکه اگه خواستین گیم پلی اینجور چیزا برم، حتما تو قسمت کامنت رو بنویسید، چون الان دیگه یه دیوایس پرقدرت دارم که میتونم ازش اسکرین رکورد بگیرم بدون لگ. اگه خواستین حتما تو قسمت کامنت ها بنویسید یا داخل این چنل من گیم پلی میذارم یا اینکه چنل دوم میذارم. و چند وقت دیگه هم احتمال زیاد دیگه فیس کم یا فیس ریویل به ویدیو اضافه شد، دیگه میترکونیم با هم. و دوستتون دارم، میبینمتون تا ویدیوی بعدی. فعلا خدا نگهدار.